تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 60 از سوره بقره. و اذ استسقا موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خیلی آیه هست از اول بقره تو اینجا، بسیاری از آیه ها با اس شروع شد و خطابش هم به بنی اسرائیل، یعنی به بنی اسرائیل چرا غافلی، یادت باشه قرآن ذکر است، نحن نزلنا الذکر، ذکر یعنی یادآوری. چون انسان یه چیزا رو با عقل و فطرتش میآورد ولی غافل میشه، باطل یادش بره. و این قرآن برای یادآوری است. میگن یکی صرف زغال بخره، گفت زغال کیلو چند، زغال فروش گفت دو رقم زغال داریم، زغال یه نفره گرونه، زغال دو نفره ارزونه، مشتری شک کرد زغال یه نفره چیه دو نفره چیه، گفت زغال یه نفره زغالی است که گرونه، وقتی روشن شد دیگه داخل خودش میسوزه. زغال دو نفره رو رو منقل و قلیون که گذاشتی، یکی باید قلیون بکشه یکی هم باید دائما بادشو بزنه، یعنی یه لحظه باد زنه بذاری کنار خاموش بشه. حالا مردم بعضی ها زغال دو نفرن، یعنی همه شای باد باد رسیده. ولذا ده ها آیه تا حالا تا الان آیه 60 سوره بقره هستیم، بسیار از آیاتش با اذ شروع شده. اذ یعنی یادت باشه، یعنی زغال دو نفره هستید فراموش میکنید. و اذ استسقا، یادتون نره، یاد آورید. چی رو؟ استسقا موسا، مردم آمدن پلو حضرت موسا، ببخشید، و اذ استسقا موسا لقومه، یادتون باشه که حضرت موسا بر قوم خودش طلب آب کرد، مشکل آب داشتن، به موسا پناه بردن، موسا هم از خداوند تقاضای آب کرد. فقلنا، به موسا گفتیم اضرب، بزن به عصاک البحر، عصاتو بزن به آب، ببخشید، فضرب به عصاک الحجر، عصاتو بزن به سنگ، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، به سنگ عصا خودتو بزن، ناگاه 12 چشمه آب از اون بیرون میاد. قد علم کل اناس مشربهم، به طوری که هر یک از افراد و طوائف 12 گانه بنی اسرائیل یه چیزی چشمه میره به سمت یه قبیله، از همین سنگ 12 چشمه باز میشه، چون یهودی ها 12 طایفه بودن، 12 چشمه آب میره به سمت 12 قبیله. قد علم کل اناس مشربهم، به طوری که هر دسته ای راه خودش رو میدونه که از چه راهی، از چه جویی، مثلا جویی آبش رو برداره، یعنی آبش خور خودش رو میشناسه. خب بعد کلوا واشربوا، بخورید بیاشامید، از رزق خدا بخورید بیاشامید، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین تبهکارانه با علم و عمد فساد نکنید. خب این کلمه 12 هم از کلماتی است که باز یه مسئله توشه، چون یه راز توشه، چون عدد نقبای بنی اسرائیل، عدد حواریون عیسی، عدد ائمه معصومین 12 بود. خب 12 چشمه آب، لا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی گاهی آدم فساد میکنه ولی ناآگاهانه نمیفهمه، ولی گاهی بنای فساد داره. لا تعثوا فی الارض مفسدین، این عصب به معنای فساد شدیده، وقت در کنار فساد که اومده، یعنی مثلا با روحیه فساد انگیزی، با تعمد، یعنی با علم و عمد آگاهانه دست به فساد نزنید. نکاتی رو میتونیم استفاده کنیم از این آیه. یکی که انبیا در فکر تأمین نیازهای مادی مردم هم هستن. از استسقا موسی لقومه، یعنی
موسی بر قومش طلب آب کرد. حضرت عیسی طلب نان کرد. انزل علینا مائده. عیسی طلب نون کرد. عیسی طلب آب کرد. ای که پیغمبران فقط مال احکام شرعیه و نماز و غسل و اینا نیستن. به مشکلات به مسائل اقتصادی هم توجه دارن. نقل میکنن پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم وقتی آمدن مدینه مسجد ساختن، بغل مسجد یه بازارچه ساختن و فرمودن هر مسلمانی هر چی تولید داره بیاره تو همین بازارچه، هر کسی هم میخواد بخره از همین بازار بخره. یعنی باید یه استقلال اقتصادی داشته باشید، نیاز به بازار دیگران نداشته باشید. برای فقر زدایی اسلام طرح زکات داده و روایات متعدد داریم که اگر مردم زکات بدن فقیری باقی نمیمونه. میدونی که در همین مقدار زکاتی که بر اجناسی مثل گندم و جو و خرما و گاو و گوسفند و شتر و خمسی که بر تجارت ها بسته که هر چی سود داشت 20% چه بده، خمس و زکات ریشه فقر رو میکنه. مردم خمس نمیدن، بعضی زکات نمیدن، خیلی ها روایت داره. و حالا اینجا این جمله رو بگم که امام جواد فرمود به شیعیان بگید من امام جواد ضامنم کسی خمس بده مالش کم نشه. و امام کاظم فرمود کسی اگر خمس و زکات و پول حق رو نده، جایی که باید پول خرج کنه، انفاقی بکنه، نکنه، بخل کنه، خداوند زندگیشو جوری تاب میده که دو برابر اون مبلغ در راه باطل خرج کنه، حساب قیامتش هم کیفرش مونده. و امام رضا فرمود اگر پول حق رو ندید ما اهل بیت به شما دعا نمی کنه. به هر حال انبیا به فکر فقر زدائی، به فکر گرسنگی و تشنگی مردم بودن. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید من در این چند سال که حکومت بودم بر هر فردی از شما یه سرپناه درست کردم. خب و از استسقا موسی، یعنی انبیا در فکر تأمین نیازهای مادی مردم هم هستن. همه چیز حتی آب خوردن هم باید از خدا بخوام. از استسقا موسی، روایت داریم که حتی نمک آشتون هم از خدا بخواید. خب فقل نظر بعصا کل حجر، عصا رو بزن به سنگ چشم آب در میاد. این معلوم میشه که قوانین طبیعت محکوم اراده خداست. اگر خدا بخواهد از سنگ چشم آبی بیرون میاره. خدا هم سبب سازه هم سبب سوزه. سبب سازه یعنی یه چیز رو سببش میکنه، مثل که سنگی که سفته سبب آبش میکنه، وسیله محل خروج آب قرار میده. یا بارم سبب سوزه یعنی یه چیزی که سبب چیزه سببشو میسوزونه، یعنی اثرشو میسوزونه، مثل آتشی که باید ابراهیم رو بسوزونه ابراهیم رو نمیسوزونه. پس هم میتونه سوزندگی رو از آتش بگیره، یعنی سبب رو بسوزونه، هم میتونه سنگی که توش آب نیست آب خلق کنه. سبب ساز است یعنی از سنگ آب در میاره. سبب سوز است یعنی حرارت رو از آتش میگیره. خدا هم سبب سازه هم سبب سوز. دعای انبیا مستجاب میشه چون میگه استسقا فانفجرت. موسی دعا کرد از سنگ آب جوشید. دعای انبیا مستجاب میشه. خود این که عصا رو به سنگ بزنه، خود آب درآمدن یه معجزه، 12 چشمش هم بره 12 طایفه یه معجزه دیگریه. توزیع عادلانه، قد علم کل اناس مشربهم، که هر گروهی بدونن از کدوم شیر آب بردارن، از کدوم جوی آب بردارن. این تقسیم کار و توزیع عادلانه خودش برای جلوگیری از فتنه و فساد یه ارزشه، پیدا اختلاف پیدا نشه. بهره‌گیری از نعمت‌های الهی باید زمین، نه با زمین فساد باشه، با زمین شکر باشه. میگه کلو ولا تفسدو، خوردید دیگه فساد نکنید، خوردید شکر کنید. قرآن بغل کلو و شکرو داره، اینجا هم بغل کلو لا تعصوا داره. یه جا میگه کلو و عملو صالحا، خوردید یه عمل صالحی انجام بدید. جای دیگه میگه کلو لا تطغوا، خوردید طغیان نکنید. یعنی از این انرژی که به دست آوردی حالا که از نعمت خدا استفاده کردی، از این نعمت احساس نعمت ها سوء استفاده نکن. خوردی شک کن، خوردی عمل صالح انجام بده، خوردی طغیان نکن، خوردی فساد نکن. خب آیه 60 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.